سه تن از دراویش گنابادی ساکن کوار توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب شیراز با اتهام محاربه به نفی بلد مادام العمر محکوم شدند. مصطفی آزمایش، مسئول روابط عمومی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر ساکن پاریس، با تاکید بر فشاری نظاممند نسبت به اقلیت‌های مذهبی و همچنین دراویش، از دلایل محکومیت و اتهامات وارده بیشتر می‌گوید. سال پیش متاسفانه در شهرستان کوچک کوار که تعداد بسیار زیادی درویش در استان پارس در این شهرستان زندگی می کنند، یک طلبه جوانی به نام شهبازی اومد و به عنوان اینکه داره امر به معروف و نهی از منکر می کنه رفت به سراغ مغازه های درویش ها، دکان های درویش ها، به اونها گفتش که چرا اصولا پیرو مکتب درویشی هستید، به این مکتب انحراف از اسلام و باید دست بکشین از این مکتب. بعد علیه دراویش شروع کردن به اختشاش، دراویش به عنوان اعتراف تجمع کردن و از شهرهای دیگه دراویش اومدن برای که اعتراف کنن به این وضعیت. متاسفانه نیروی نظامی و انتظامی به جای اینکه بیان و اون اختشاشگران رو جلوشون رو بگیرن، مدعی دراویش شدن و حتی به سوی دراویش تیراندازی کردن که در اثر این تیراندازی 4 نفر از دراویش به شدت مجروح شدن و از میون اونها یه نفر به نام درویش وحید بنانی از دنیا رفت. اما بعد از این ماجرا به جای اینکه مجرم رو شناسایی کنن، دستگیر کنن، مجازات بکنن، فشار مضاعف روی دراویش گذاشتن. عده‌ای از دراویش رو که در محل موقع اختشاش گرفته بودن، اونها رو به اتهام محاربه تحت تعقیب قرار دادن. در مقابل وقتی وکلای دراویش اومدن بر علیه اون طلبه که شهبازی نام داشت شکایت کردن، به هیچ وجه به شکایت اونها ترتیب اثر داده نشود. آقای آزمایش، آیا اتهام محاربه برای این دراویش ثابت شده؟ نتونستم جرم محاربه رو بر علیه دراویش به هیچ وجه اثبات بکنند. مشخص شده که این یه اتهام پوشالی و توخالی بوده. 3 نفر از دراویش رو به تبعید دائمی از شهر خودشون یعنی شهرستان کوار محکوم کردند به طور ابدی تا آخر عمر که دیگه پا تو شهر خودشون نذارن. در احکامی که پیش از این برای دراویش صادر شده بوده یا سایر احکام علیه فعالان حقوق بشر صادر شده یا سایر اقلیت‌های مذهبی، آیا تاکنون مورد دیگه‌ای داشتیم که کسانی که با عنوان نفی بلد به جایی غیر از محل سکونتشون تبعید شدند، این نفی بلد به عنوان نفی بلد مادام العمر این حکم صادر شده باشه؟ سابقه نداره. حداقل در نظام کنونی که 35 ساله اومده این امر سابقه نداره. البته بسیاری از دراویش بودن که از شهری که درش زندگی میکردن وادار به خروج شدن، مجبور شدن برن جای دیگه بدون اینکه حکم دادگاهی وجود داشته باشه و بعد اداره ادیان وزارت اطلاعات مانع اونها شده که تا آخر عمرشون به شهرستان خودشون مراجعه بکنن. به همون حال در تبعید در یه شهر دیگه از دنیا رفتن. اما حکم قضایی برای این امر وجود نداشته. در مورد تخریب حسینی دراویش گنابادی در قوم که اتفاق افتاد، متولی این حسینیه آقای شریعت علاوه بر این که حسینیه رو که وقف خاص برای امور متعلق سلسله گنابادی بود آتیشش زدن و بعد با بولدوزر تخریبش کردن، به خود آقای شریعت هم حکم تبعید برای 10 سال از شهر قوم دادن. شخص دیگری هم که بعد از آقای شریعت مسئول امور دراویش در قوم شد، به ایشون هم به مدت 5 سال حکم اخراج از شهر و نفی بلد دادن. اما حکم نفی بلد قضایی مادام العمر بر علیه دراویش یا کس دیگه در دادگاه‌های انقلاب تا حالا صادر نشده بود. در دادگاه‌های عمومی هم صادر نشده بود بعد از انقلاب. وکلای این دراویش آیا امکان درخواست تجدید نظر برای این حکم رو دارند؟ حکم قطعی هست ولی قابل فرجام. بله. یعنی اینکه حکم قضایی که صادر شده، اما وکلا البته علیهش پژوهش خواهی خواهند کرد و به این حکم باید رسیدگی بشه و اگرم که در مرحله فرجام خواهی باز دوباره تایید بشه، باز دوباره سعی میکنن که ببرن به دیوان عالی کشور و اونجا سعی کنن که این حکم رو نقض بکنن، به دلیل اینکه اصل اتهام جعلی و واهیه. کسانی که این اتهام رو وارد کردن دستگاه های امنیتی هستن که هیچ دلیلی، هیچ شاهدی نتونستن به این منظور اقامه بکنن و اصولا این دادرسی ماهوی به طور صحیح صورت نگرفته.
این حکم باطل بوده از اول. آقای مصطفی آزمایش در پاریس، بسیار سپاسگزارم.